سلام، من امیر قوادم و قرار جدیدترین اخبار سینمایی جهان و باکس آفیس 30مین هفته سال 2022 رو با هم دیگه مرور کنیم. در هفته‌ای که کوین اسپیسی دادگاه رو به سازندگان سریال خانه پوشاری باخت و باید 32 میلیون دلار بهشون غرامت پرداخت بکنه، ازرا میلر همچنان فراریه. گفته میشه او الان در جایی با لباس ضد گلوله و همراه بادیگارداش مخفی شده تا دست پلیس و یه گروه نجات پرست که بعد جور دنبالشن بهش نرسه. بریم یه نیم نگاهی به تیزر فیلم‌ها و سریال‌های جدید بندازیم. امیدوارم سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. علاقمندان به دنیای جنگ‌های ستاره‌ای جورج لوکاس با گذشت 2 ماه از پایان پخش سریال اوبی‌وان به زودی میتونن شاهد سریال 12 قسمتی آندور باشن که از استریم دیزنی پلاس پخش میشه. داستانی حول محور شخصیت کاسیان آندور، یکی از قهرمانان اصلی فیلم روجوان که از موفق‌ترین اسپین‌آف های این مجموعه بوده. در این سریال سیر تحول کاسیان رو از یه بدبین انقلابگریز به اون فرد پرشوری که کهکشانی رو نجات داد خواهیم دید. قسمت پایانی مینی سریال بلکبرد هم از استریم اپل پخش شد. سریال جنایی که بر اساس داستانی نوشته جیمز کین ساخته شده. داستان پسری به نام جیم کین که ناکامیش در فوتبال او را به سمت اعمال جنایتکارانه و خرید و فروش مواد مخدر کشونده. او دستگیر میشه و برای 10 سال به زندان میره، اما به خاطر استعدادش در صحبت مقامات فدرال بهش فرصتی برای تخفیف مجازات میدن. معامله خطرناک که ماجرای این سریال جذاب رو شکل میده. If he walks, he'll kill again and again. اپل تیوی این هفته انیمیشن شانس رو هم منتشر کرد. داستان یه دختر خانم 18 ساله یتیم و در این حال دست و پا چلفتی به اسم سم که باعث ناراحتی دوست کوچکترش هیزل شده که به زودی به فرزند خوندگی گرفته خواهد شد. سم یک شب به طور اتفاقی پنینی خودش رو با یه گربه سیاه به اشتراک میذاره و گربه سکه یک پنی شانس رو بهش میده. سکه‌ای که واقعا داره کار میکنه ناگهان در توالت میفته تا با از دست رفتن یک پنی ماجرای تازه هم در زندگی سم شروع بشه. تیزر جدید درام اکشن جنگی از خودگذشتگی به کارگردانی جی دی ویلارد هم منتشر شد. داستان درباره از خود گذشتگی یه جفت خلبان جنگنده در طول جنگ کره است که با به خطر انداختن جون خودشون به یکی از مشهورترین خلبان‌های نیروی دریایی آمریکا تبدیل میشن. Lieutenant Tom Hudner, Jesse Brown. It's good to meet you. فیلم ابتدا در جشنواره بین‌المللی تورنتو و پس از اون در 23 نوامبر به اکران عمومی در میاد. در حالی که 2 هفته پیش تیزر جدیدی از پشت صحنه سریال خانه اژدها علاقمندان به دنیای بازی تاج و تخت رو به وجد آورد، این هفته هم تولید کنندگان سریال رقیب یعنی حلقه های قدرت هم تیزری از پشت صحنه این سریال به نمایش گذاشتند. این در حالیه که همین یکی 2 روز پیش پیتر جکسون از تولید کنندگان این اثر یکم گلگی کرد. پیتر جکسون افشا کرده که قرار بود سناریوی سریال براش فرستاده بشه، اما به طور کل نادیده گرفته شده و حتی یک خط از داستان رو نخونده. این 2 سریال با فاصله 1 هفته از HBO Max و آمازون پرایم پخش خواهند شد. کالم سونی لری تیزر فیلم The Banshees of Inisherin جدیدترین ساخته مارتین مکدونا با بازی کالین فال و برندن گلاسون هم منتشر شد. ماجرای 2 دوست خیلی قدیمی که جایی تصمیم میگیرن رابطهشون رو به پایان برسونن. تصمیمی که عواقب نگران کننده ای برای هر 2 داره. این فیلم که یادآور فیلم در بروژ دیگر ساخته مکدونا هم هست، قرار ابتدا در فستیوال ونیز و پس از اون در 21 اکتبر امسال به اکران جهانی در بیاد. Let's just call it quits. We won't call it quits.
انتشار تیزری از فیلم جوکر 2 همین هفته خبرساز شد. تیزری که نشون میده لیدی گاگا در نقش هارلی کوین ظاهر خواهد شد. فیلمی که سال آینده اکران میشه. نیم نگاهی هم به جدول باکس آفیس بندازیم که خونه بالا و پایینش دست تازه واردا افتاده. اونم تو هفته ای که بازار سینما همچنان افت نشون میده و به نظر میاد سالن‌ها رقابت رو به استریم ها دارن میبازن. کمدی جنایی انتقام در نخستین هفته اکران در خونه دهم باکس آفیس قرار گرفت. یک گوینده رادیوی نیویورکی به دنبال راز قتل دختری که با او در رابطه بوده سفری به جنوب رو آغاز میکنه. انتقام با فروش 2.5 میلیون دلاری آغاز درخشانی ندارد. دنیای جوراسیک عصر سلطه تو خونه نهم جدول موند. جهان در سلطه دایناسوراست، اما دانشمندان بایوسین ژنتیک خطر بزرگتری برای حیات بشر محسوب میشن. قهرمانهای دو نسل دنیای جوراسیک دست به دست هم قرار بدن تا از پس این بحران هم بر بیان. دنیای جوراسیک در هشتمین هفته اکران 3,260,000 دلار فروخت و مجموع فروش جهانی فیلم هم به 943 میلیون دلار رسید. You made a promise to a dinosaur. Yeah. What? Would you like to see a magic trick? Yeah. تلفن سیاه با وجود کاهش 30% مخاطباش تو جایگاه هشتم فروش هفته موند. Tell me your name. Taylor. آخرین نقش آفرینی ایتان هاک روایت یه قاتل سریالیه که قربانیانش رو از بین پسران نوجوان انتخاب میکنه. آخرین تومه این قاتل سریالی از طریق تلفن سیاهی که ظاهراً به جای وصل نیست با قربانیان قبلی ارتباط میگیره تا راهی برای فرار پیدا کنه. این فیلم دلهره‌آور این هفته 3,818,000 دلار دیگه فروخت و مجموع درآمدش به 84 میلیون دلار رسید. درام زندگی نامه الویس جدیدترین ساخته باز لورمن یه پله پایین رفت. فیلمی با بازی آستین باتلر و تام هنگس که به وقایع زندگی الویس پریسلی خواننده پرآوازه قرن 20 میپردازه. الویس این هفته 9,346,000 دلار فروخت و مجموع فروش فیلم از 132 میلیون دلار عبور کرد. جایی که کرودت آواز میخواند، درام رازآلود و جنایی سونی پیکچرز این هفته نزدیک به 30% کاهش مخاطب نشون داد. فیلم داستان دختریه که در بچگی در مردابهای کارولینای جنوبی رها شده و به تنهایی رشد کرده. آشنایی او با دو مرد جوان عوض این که او را از دروازه های خوشبختی عبور بده وارد ماجرای هولناکی میکنه که ممکنه حتی زندگی مردابیش رو به باد بده. ماجرای کیا این هفته نزدیک به 13 میلیون دلار در گیشه فروخت و مجموع فروش فیلم در سومین هفته اکران به 59 میلیون دلار رسیده. تاپگان ماوریک جای خودش رو تو خونه پنجم محکم چسبیده. آخرین فیلم تام کروز که موفق ترین فیلم دوران بازیگریشه حالا با فروش 655 میلیون دلاری جایگاه مهمی در تاریخ سینما برای خودش دست و پا کرده. فیلم این هفته 13.5 میلیون دلار دیگه فروخت تا در 11th هفته اکران هم همچنان به شکستن رکوردهای فروش امید داشته باشه. Yeah!
مینیون ها گروه برمیخیزد در پنجمین هفته اکران به پله چهارم باکس آفیس اومدن. داستان روایتگر دوران نوجوانی گروه است که میخواد در بین ابرشرورهای جهان پذیرفته شه، اما کار برای ابرشرور بودن چندان ساده نیست. جدیدترین انیمیشن یونیورسال پیکچرز این هفته نزدیک 18 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانیش هم به 722 میلیون دلار رسید. سور عشق و تندر جدیدترین فیلم دنیای مارول با کاهش 41% مخاطبان روبرو شد. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. سور بل اجبار از تعطیلاتی که برای پیدا کردن آرامش خودش رفته بر میگرده تا با کمک دوست دختر سابقش که حالا سور قدرتمنده و دیگر قهرمانان دنیای خودش در مقابل گور قصاب خدایان بیسته. نبرد سور و گور این هفته 20 میلیون دلار دیگه به حساب والت دیزنی سرازیر کرد تا مجموع فروش فیلم در چهارمین هفته اکران به 308 میلیون دلار برسه. نوب جدیدترین ساخته جردن پیل در دومین هفته اکران با صدر جدول خداحافظی کرد. این فیلم ترسناک علمی تخیلی ماجرای ساکنان یک دره دور افتاده در کالیفرنیا را روایت میکنه که شاهد وقایع وحشتناکی با عاملی بیگانه هستند. نوب این هفته با 27 میلیون دلار فروش مجموع فروش خودش رو به 89.5 میلیون دلار رسوند. انیمیشن جدید برادران وارنر دی سی لیگ آف سوپر پتس در نخستین هفته اکران اگرچه رکورد خاصی از خودش ثبت نکرد، ولی لااقل تونست بقیه رو یه پله هول بده بیان پایین. My dog's the best, but he's not the greatest with other animals. What is کریپتو سوپر سگ دوست سوپرمن و قدرت‌های مشابه او داره. حالا با روبوده شدن سوپرمن، این سگ مأموریت نجات او رو پیش خواهد برد. این انیمیشن دیسی در نخستین هفته اکران 34 میلیون دلار فروخت و با اکران‌های هفته بعد بعید جایگاه خودش رو حفظ کنه. تو هفته پیش رو دو فیلم با تم کمدی اکران میشن تا در گیشه اتفاقات شادتری رو رقم بزنن. Creek International Business Solutions, how can I help you? I am ready. پس از شهر گم شده یه بار دیگه براد پیت و ساندرا بولاک در یک فیلم همبازی میشن، ولی این بار نقش کوتاه به خانم بولاک رسیده. کمدی اکشنی پر از مشت و لگد و صد البته گلوله. دیگر فیلم جدید این هفته ایستر ساندی خواهد بود. ماجرای فیلم حول محور یک گرد همایی خانوادگی برای یک شنبه عید پاک میچرخه و بر اساس تجربیات واقعی زندگی جو کوی و بر پایه استنداپ کمدی ساخته شده. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و قرار هفتگیمون تو باکس آفیس رو به دیگران هم خبر بدین.